اینجا کلی آهنگ معروف که خواننده های جدید رو به ما معرفی کردن رو بررسی کردیم، ولی هنوز چند تا کار دیگه باقی مونده. بی معطلی بریم. به نام خدا. سلام، اینجا رادیو موزیگاهه و در خدمت شما هستیم با قسمت سوم بررسی آثار هیت سالهای اخیر. در قسمت‌های قبل از بهنام بانی، ماکان بند، ایوان بند، محسن ابراهیم‌زاده و خیلی از خواننده‌های دیگه چند تا کار خوب بررسی کردیم. حالا قراره یه چند تا آثار خوب از خواننده‌های جدید دیگه بررسی کنیم. اگه آماده این، بریم اون آثار رو هم ببینیم. جانم باش از آرون افشار، ترانه عاطفه حبیبی، ملودی و تنظیم معین راهبر. در دورانی که این آهنگ منتشر شد، کلن این سبک آهنگای تلفیقی خیلی مد بود، آهنگای شاد 6 و 8 و ادبیات سنتی. در ترانه از مضامین خاصی استفاده شده، ملودی خوبی داره، خیلی خاص نیست ولی چون جذاب و دلنشینه تونست پرطرفدار بشه. تنظیمش هم که مشابه سایر کارهای معین راهبر هستش. عبارات دیوانه و مست و اینجور چیزا خیلی مورد استفاده قرار میگیره. حالا این کار خیلی خوششانس بوده که تونسته لابلای این همه تکرار موفق بشه. فکر میکنم بیشتر عبارات جانم باش و نوشدارو بعد مرگ باعث خاص شدن این آهنگ شده. اجرای آرون افشار هم خوبه و گامهای بالا کنترل خوبی رو صداش داره، تحریرهای به جای میزنه و در کل قابل قبوله. حجت اشرفزاده. دو تا اثر برای حجت اشرفزاده قراره بررسی کنیم. اولین آهنگ، آهنگ ماه و ماهی، ترانه علیرضا بدی، ملودی آرش و امید بیات و حجت اشرفزاده. صدای حجت اشرفزاده یه آن داره، یه حس غم تو صداش هست و خیلی با احساس میخونه و البته درست و حرفه‌ای و با تکنیک. تحریرهای خوبی میزنه، گامهای بالا خیلی به صداش میان و در کل سبکی که میخونه طرفدار زیادی داره. دوه بزرگیست زمانی که نباشی. آهنگ رفیق، ترانه و ملودی محمد محتشمی، تنظیم رضا پناهی. اولین چیزی که متوجه میشیم از این آهنگ اینه که تنظیمش بسیار بسیار شبیه آثار مسعود جهانیه. خوب دقت کنید، آهنگ آخر شب مسعود صادقلو دقیقاً همین شکلیه که در قسمت قبل، یعنی قسمت دوم، بررسی کرده بودیم اون آهنگ رو. کادرش این بالا میاد، روی اون بزنید و اگه قسمت قبل رو ندیدید، قسمت قبل رو هم ببینید. کلاً رضا پناهی تنظیماش مشابه که چی بگم، دقیقاً مثل مسعود جهانیه. چینش ریتمش، آرپش های پیانوش، پاساژ هاش و کلی چیزای دیگه. این آهنگ ریتم 2/4 داره، واسه اجرای گیتاریستا مناسبه، ترانه قوی و ملودی دلنشین داره. یه جوری روانه که آدمو سوار میکنه و با آرامش پیش میبره. تمام حسرت هنوز. آهنگ دلبری تو کمترش کن از شهاب مظفری، ترانه مرصاد امیرخانی، ملودی عماد طغرایی، تنظیم میلاد ترابی. اصلا شما این اسامی رو ببینید، یه تیم بزرگ و قوی جمع شدن و این کارو ساختن. مرصاد امیرخانی که ترانه‌اش خیلی خوب هیت میشن، عماد طغرایی متخصص ساختن این ملودی‌های خاصه و میلاد ترابی هم که یه تنظیم کننده بزرگه که کلی کار به یاد ماندنی برای حمید عسکری و محمد علیزاده ساخته. از طرفی یادم میاد قبل از انتشار این موزیک کلی تبلیغات شد و همه رو آماده نگه داشتن برای شنیدن این قطعه. شهاب مظفری هم یه صدای کلوفت خاصی داره. این اواخر هم یه حاشیه جدیدی برای خودش درست کرد با اون مدل رپ خوندنش علیه یاس. اصلا نمیدونیم چی بود، چرا الان. به هر حال خیلی هم دنبالش نرفتم که بدونم علتش چی بود. به هر حال بریم این آهنگو بشنویم. حدی داره دل مردن واسه تو مردن. آهنگ تو که نیستی پیشم از آرش و مسیح، ترانه و ملودی هوروش بند که احتمالا منظورشون همون مهدی دارابی هستش، تنظیم مسعود جهانی.
این آهنگ از اون 6 و 8 تای احساسی مدل جدیده. اون موقع از اولین آثار آرش و مسیح بود که مردم تازه به این مدل ترانه و طرز خوندن عادت میکردن و میشنیدن، واسه همین خیلی سریع هیت شد. ما یه تحلیل از آخرین آلبوم آرش و مسیح یعنی هر روز هر شب قبلا گذاشتیم تو کانال یوتیوبمون که کادشین بالا میاد. دعوت میکنم که اگه اون رو ندیدید اون رو ببینید، نکات جالبی داره توش. ترانه و ملودی که نوشته هوروش بند، جا داره بگم که الان یکم که نه خیلی در حق هوروش بند و مخصوصا مهدی دارابی و طرفداران هوروش بند جفا شد و دیگه به اون صورت قبلی فعالیت نداره. حالا قراره ما یه ویدیوی کامل بسازیم و آثار هوروشمند رو تحلیل کنیم. علامت زنگوله رو بزنید که اگه اون ویدیو منتشر شد سریع نوتیفیکیشن برای شما بیاد. بریم قسمت هایی از این کار رو بشنویم. میتونی به مونی، میتونی به ساز. آهنگ شوخی مگه از حمید هیراد، ترانه و موزیک حمید هیراد، تنظیم امیر میلاد نیکزاد. ببینید در بعضی دوره‌های زمانی پذیرش مردم از خوانندگان جدید، سبک‌های جدید و موزیک‌های جدید بالا میره و حدود 3-4 سال اخیر همچین دورانی بوده و شرکت‌های موسیقی خوانندگانی که صداهای خاص و سبک جدید داشتن رو حمایت می‌کردن تا سریعاً وارد مارکت موزیک بشن. حمید هیراد هم زمانی که شروع به فعالیت کرد با صدای خاص خودش و سبک منحصر به فرد خودش تونست در دل مردم جا باز کنه. آهنگ شوخی مگه هم فاکتورهای تبدیل شدن به یک کار هیت رو داشت، یعنی عبارات جدید، مضامین خاص در ترانه کار، سبک جدیدی که حمید هیراد داشت، تنظیم تمیز و متناسب با موزیک از امیر میلاد نیکزاد، ریتم 6 و 8 که قبلا هم گفتیم آهنگای 6 و 8 چه شاد باشند چه غمگین، در نزد ایرانیان جایگاه ویژه‌ای دارند. برای ملودی وسط آهنگ از یه صدای شبیه به ملودیکا و سازدهنی استفاده شده. میگم شبیه یعنی این که این صداها فکر نمی کنم ساز زنده باشن، بیشتر میخورن که صداهای ترکیبی از بانک صداهای گوناگون باشن. به هر حال صدای خوبی انتخاب شده و ملودی جالبی داره. خیلی خوب دوستان عزیز و همراهان همیشگی رادیو موزیکا، به پایان سری آهنگای منتخب هیت خوانندگان جدید رسیدیم. کلی آهنگ از کلی خواننده تحلیل کردیم، ولی خب بازم هستن آهنگایی که میتونستن در این تحلیل ها با ما باشن ولی فرصت نشد بررسیشون کنیم. در کامنت ها برای ما بنویسید که نظرتون درباره این آهنگ ها چیه و شما کدوم آهنگ مد نظرتون بوده که ما تحلیل نکردیم. لطفا ما رو در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. ما هم پیج اینستاگراممون فعاله و هم کانال تلگراممون فعال هستش و هر روز پست میذاریم داخلش. کانال یوتیوبی رادیو موزیکا تازه داره پا میگیره. به هر حال اگه ایرادی و کم و کاستی هست ما رو ببخشید و به ما پیشنهاد بدید برای بهتر شدن کار ما در آینده. لطفا اگه محتوای ما رو دوست دارید ویدیوها رو لایک کنید و به دوستان خودتون هم معرفی کنید. ممنون میشم اگه سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا نوتیفیکیشن ویدیوهای جدید رو دریافت کنید. حالا شما رو دعوت میکنم به تماشای دوتا از ویدیوهای دیگه‌مون. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار همگی.